مشتاقیم به اطلاع بینندگان عزیز تلویزیون پارس برسانیم که آنجلو طالبی و تیم بیورلی هیلز فاینانشال پلنرز هر سه‌شنبه از ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس علاوه بر تحلیل اوضاع اقتصادی آمریکا و جهان و راهکارهایی برای بهداشت مالی و خوشحالی بیشتر در خدمت شما عزیزان خواهند بود. درود به بینندگان عزیز تلویزیون پارس، درود به جوانان دلیر ایران و مردم ایران فارسی زبانان و درود به تمام مردمانی که صلح طلبن و عاشق جنگ و عاشق درست کردنن نه خراب کردن. اول مولانا میگه ما برای وصل کردن آمدیم نه برای فصل کردن آمدیم، یعنی اومدیم که مردم با هم باشن نه اینکه از هم جدا شن. برجت ما میبینیم که امروز و چند روزی از این اتفاق بسیار غم انگیزی که در اسرائیل افتاد و بیشترین کشتار رو در اسرائیل در طول تاریخش بدین گونه اتفاق افتاده بهش میگن 9/11 اسرائیل. من تایی دلم مردم اسرائیل واقعا تسلیت میگم، کافی نیست ولی مطمئنن همدردی هست، مخصوصا با اون جوانانی که رفتن یک کنسرت جوانن دیگه نمیرن، توی کالیفرنیا هست، توی نیویورک هست، من توی مثلا این دشتی با هم جمع میشن با هم دیگه موزیک گوش میدن، یه کسی داری دی جی بهش میگن موزیک رو برایشون میذاره. بعد روز همون شبات بود که روز بعدش اینا وقتی که اون گلایدر رو دیدن فکر کردن مثلا اینا یه قسمتی از شوه، قسمتی از این برنامه است، هنوز داشتن میرقصیدن، هنوز خوشحال بودن و دیدین چگونه دنبال اینا رفتن، اینا رو گروگان گرفتن. من میخوام برای مردم فلسطین هم دلم میسوزه، برای آدمایی که همچین جوانایی تو اونجا هستن، همچین خونخواره هایی، من جدی میگم لغت نمیدونم چگونه توضیح بدم، چون کسی که اون کارا رو میکنه که واقعا گفتنش هم آدمو ناراحت میکنه، شما خودتون میدونین دیگه، راجعت مثلا بچه‌ها رو تو قفس کردن یا این چیزا انجام دادن، مثلا با غیر نظامیان، غیر نظامی از پیمانی که 3 پیمان بود از زمان قدیم که با جنگ میشه، اینا که ارتشی نیستن چیزیستن اذیتشون نکنید، حالا با ارتش بخواید کارو بکنید اون جنگه، ولی نه با افراد بیگناه، زن و بچه مخصوصا و افراد مسن که ما دیدیم اینجا همه جوانان رو گرفتن، چون کانسرت بود که اولش اومد اون تقریبا 5 کیلومتر از اون چیز نوار غزه اون برتره، یعنی خیلی نزدیک بوده. برجت هر چه اتفاق افتاد من خیلی ناراحت شدم مثل شما، و یک طرف دیگه هم دنیا متوجه شد که از شخصی که میخواد پیشونی اینا رو باش کنه این جمهوری اسلامی چیه، این نقاب برچیده شد دیگه شکی نیست که چگونه آدمایی هستن و چه آدمایی تربیت کردن، چون انفدادات ها همون که سنگ فرفبی شروع شد از همون 70 و آخر 70 و 80 اینا بود، دیدین تا الان هنوز سنگ پرانی ادامه داره و اینا بچه های اونا و نواشون هم هستن، حتی این خیلی تودانی بوده این سنگ پراکنی و فکر میکنن یه قولی یک چشمه و دیوید ان گولایف فارسی میگن که اون بالت تیر کمون زد چشمه قوله افتاد و اینا، برجد چیزای خیلی غیر واقعی رو فکر میکنن و مطمئنا صلح بهترینه که بیادتون باشه. من قسمت اقتصادیش رو دارم میگم، هفته پیش این وقت صلح قرار بود بین عربستان سعودی و اسرائیل، یعنی صلح به طور کل انجام بشه تو اون قسمت. من اجبه impossible peace یا صلح غیر ممکن دفعه تو این برنامه هم برنامه یه صحبت کردم و خیلی هم توش استادی مطالعه شده، دیدین به محض این صلح به هم خورد و آشوب و بلوا شروع شد، اون جمهوری خیلی خوشحال بودن و پارتی گرفتن و هیچ کشوری مثل اینا جشن نمی گرفت. و من نمیدونم یک دلیل هست که یک دونه فقط فلسطین با ایران
چه ربطی داره اصلا؟ یک بشن یه دونش رو بگن مثلا در تاریخ ایرانی ها بوده، هیچ چیزی نبوده، هیچ رابطه ای نیست، نه اقتصادیه نه فرهنگیه نه. البته من دوستان فلسطینی دارم که از در زمان دانشگاه آشنام، خود اونا هم میگن دشمن اول ما این آقایون هستن. برجت من داشتم با اسی جان صحبت میکنم، میخوام از اسی هم سپاسگزاری کنم، حتی ایمان عسکری یار و همکار و دلاور جوانی که این قسمت فنی اینجا انجام میده، اسی عزیزم که در شما میشناسین، اسی و در اتاق فرمان هستن که اونجا این رابطه رو برقرار میکنن. از هر این آقایون سپاسگزار میکنم و اون آقایون و زن زندگی آزادی به برنامه همون شروع میکنیم. با اسی صحبت میکنم، نکته جالبی گفت راجع به این کشمکش و کمپانی های نفتی و اسلحه، جالب بود. بعد ما دیدیم بازار خوب رفت بالا سه روز، بازار سهام آمریکا این سه روز عددهای خوبی بالا رفت، همه عدد هم سه رقمه بودن. شما این پنج روزه ایمان عزیز داره کمک میکنه، احسان هم که همیشه به شما سلام میگه، و اگر مثلا این پنج روزه ما دال جونز رو نگاه کنیم، دال جونز یه بزرگترین بازار دنیاست، بازار منظورم که خرید و فروش میشه توی خیابون وال استریت تو منهتن نیویورک، برفتین اونجا حتما برین این ساختمان نگاه کنید. این پنج روزه بودش که کشمکش از همونجا شروع شد، یه دفعه اسپایک کرد اینجا شروع شد و الان مثلا تقریبا یه مفصلش دو سه درصدی بالا رفت، چون معلوم نیست چه اتفاقی میفته. دلیلش هیچ چیزی نیستش که یه اشخاصی نشستن یه دستیسه چیدن، ارزش و تقاضاست و فلایت تو کوالیتی، یعنی پرواز به کیفیت. هر وقت که دنیا اینطوری میشه، آمریکا هم سهامش هم باندش همه چیش خیلی مورد چیز قرار میگیره. بعد نزدک هم نگاه کنیم، چون نزدک چه عکسی بود، نزدک هم نگاه کنیم، پنج روزه این هم نگاه کنیم، چون این پنج روزه ما نگاه کنیم، این پنج روزه نزدک درسته؟ ببین چجوری نزدک رفت بالا، این در من از چهار درست پنج چهار نیم پنج درست رفت بالا، این خیلی زیاده تو سه روز چهار روز. شما در جای بیلیونز آف دالر میگین، حالا این خبر امروز زیاد بزن چیز نبود، یه ذره بیشتر بشه شاید اینا حتی بالاتر هم برن. بعد شما نفت رو اگه نگاه کنیم، نفت هم خیلی جالبه، با اصل مطلب اینه میگن alternative energy، انرژی های دیگر رو از این چیزا هم پنج روزه هم اگه بزنین اینو پنج روزه نگاه کنید، این بسیار جالبه، چون اولی که جنگ شروع شد این بالای 93 دلار هم بود، یعنی تقریبا 6 درصد تو اون روز بالا رفت و دوباره عرضه و تقاضا هست که اینو، ولی هنوز سطح خیلی بالا، شما یک ساله 10 درصد ببین پایین نگاه کنی، فکر کنم نوشتی one year to date و year to date و 11 درصد تقریبا بالاست از اول سال، از اول سال. و این اگه نگاه کنید این یه سالش، این یه ساله رو نگاه کنید که از جولای شروع شد، وقتی که این از جولای شروع شد این سپایکی میبینید، بسیار مهمه. هر زمان در طول تاریخ نفت لبنان اتفاقی افتاد، این نفت خیلی حساسه و حزب الله هم میدونین 5-6 تا راکت فرست همین دو سه ساعت اخیر انداختن، اگه این به لبنان بکشه و وستبنک همین کرانه باختری میتونه خیلی از این هم حادتر بشه، بجز این که ما داریم وارد فصلهایی میشیم که مصرف سرما بیاد، خیلی مصرف نفت و گاز بیشتر میشه. و طلا رو دیدیم، طلا وقتی که این اتفاق افتاد طلا 36 دلار در انتقام نیم ساعت بالا رفت. البته طلا یه طوری شده که هر اتفاقی بیفته زیاد اونطوری مثل قدیم حرکت نمیکنه، چون طلا از زمان قبل از میلاد همیشه چیزی بوده که فیلم ها رو نگاه کنید، فرامی هرکولینا بود که طلا رو میذاشن پشتشون وقتی یه چی خراب میشد، طلا چی بوده که هنوز هم هست به عنوان یک نوع تورم و مواظبت میاد برخلاف تورم و برخلاف بحران، بس کال کرایسیس سنسیتیو، بحرانی اینو خیلی حساس میکنه. و ما دیدیم شد این پنج روزشه، این پنج روزه رو کنید یه دفعه سپایک کرد.
مثلا یه ماهش رو نگاه کنید تقلا میکرد، ولی این اسپایک اینجا دارین میبینید، حالا تا یه تو دیتش هم نگاه کنید از اول سال تا حالا این اسپایک ها وقتی اتفاق افتاد تو مارش پارسال دیدین یه دفعه جوری رفت بالا که 2000 رو زد، یا تو از ما ایمان 2000 اونجا زد از مارچ تا اپریل یالا بالای 2000. حالا اینجا من نمیدونم میره بالای 2000 یا نه، چون چندین بار مثلا تمام طلا رو بزنین تو تاریخی که تا حالا چیز شده طلا 250 دلار بود. من یادم 998-99 از همین کانال داشتیم سوال میکردم، من گفتم طلا سیکلیکال شروع شده، بهترین زمان گرفتن طلا است. ما یه برنامه داشتیم نصف طلا نصف نفت، یه چیزی بود که شما نصف نصف میتونیم بذاریم و خیلی هم کمک زیادی به مردم کرد. ولی میبینیم طلا داره سعی میکنه 2000 رو بشکنه دیگه، میبینی چند بار سعی کرده، یه حمله میکنه هی مقاومت، هی حمله میکنه هم مقاومت، اینم میگن سپورت بهش میگن. برجت این تا این قسمت همون شد و دلار، دلار هم بعد نگاه سوال دوتا از دلار میگم، بعد دلار قوی تر شد. شما اصلا یورو رو نگاه کنید یه دلار رو 4 5 سنت، یه دلار 16 17 سنت بود و احتمال و برخلاف کانادین دلار، استرالیان دلار، بریتیش پوند نگاه کنید به ین بالاترین رو تو 15 سال اخیر زد، بالای 140 ین شد. و مثلا ترکیه پارسال این وقت 17 لیره بود یه دلار، الان شده 27.7، این چهار تا اون 80 درصد رفته بالا، بعد خلاف تمام پولا. برای همین من توصیه میکنم که هر کاری میکنید شما باید کاری بکنید که چی باشه، که بحث طلا رشد و درآمد باشه، بساس طلا نه دلار معذرت میخوام، بساس دلار رشد و درآمد بشه. یه نکته دیگه هم واسم بگم، ما این کمپانیایی که اصلی میسازن اینم جالبه، یه کمپانی است L3 Harris، من نمیدونم این اسمش هست بازار LHX رو بذاریم، من این استاکش LHX اگه بذارین ممنون میشم. حالا چه براتون بگم، وقتی اتفاق میفته شما ببینید کمپانی هایی که اسلحه میسازن فور دفاعی یا حمله ای خیلی چیز میشن، خیلی حرکت میکنن. این اینا پرمیزاش اگه بذارین اینجا نکنی یه دفعه چی بود سپارک کرد، بهش میگن سپارک، یه دفعه رفت بالا از همون وقتی گفتن دیگه اون شروع شد. نگاه کنی آروم بودا یک دفعه، بعد حجمش زیاد شد خیلی. البته این افتر آور دازن مر، این زیاد مهم نیست، این افتر آور رایت، این افتر آور، این افتر آور نی دیه اوکی، امروز آخه زیاد چیز نبود، کمتر بود. این کمپانی اگه میخوایم بدونید پیشرفته ترین کمپانی در ساخت راکت های دنیاست. اینا راکت هایی که دارن باور نکردنی هستن و ما دیدیم اسپایک و بعد جنگ. بعد لاکید مارتین که معروف ترینه تو آمریکا، LMT نگاه کنید، دیدیست تو بودی من گفتی دیدیست لاکید مارتین 4-5 درصد بالا، اونم چیز شد جنگ شد. این هم مثلا پنج روزش، این پنج روزش الان پنج روزش بزنید اینا نگاه کنید، این دوتا بزرگترینه، این از اینا چیز نیست. که این نگاه کنید Manufacture Design Development of Aeronautic، یعنی هر چیزی که هواییه، Aircraft Combat and Air Mobile Aircraft Mobility، این تکنولوژی بالایی هست. اصلا این دنیا نمیدونه که آمریکا، من دیگه میتونم صحبت کنم، آمریکا در حال حاضر چه قدرت نظامی داره که من جدی میگم واقعا دنیا نمیدونه، مردم آمریکا هم نمیدونن، چون چیزایی که دارن با اون صورت راجبش صحبت نمی کنن. و امیدوارم که این جنگ از این بیشتر کشیده نشه و شما خودتون هم مطمئنن از بودن در آمریکا که به هر جهت خیلی امن در مقایسه با کشورهایی که در جوار کشورهای دیگه هستن. مثلا آمریکا اینطوری نیست که 89 تا کشور دور و برش باشن، یکی مکزیکه که دوستانی که رفتن مکزیک خیلی آمریکا رو دوست دارن، خیلی روابط عالی دارن، یکی هم کانادا است که سیستر کانتری دیگه، مثل دو تا خواهر با هم دیگه هستن و اونا هم صحبت میکنن، شما متوجه نمیشین لهجهشون آمریکاییه لهجهشون. ولی بقیه دنیا اوکراین رو نگاه کنید مثلا، یا روسیه رو نگاه کنید، هر جایی هستین، حتی شما تو استانبول ها هستین، بلاروس، مثلا تو مجارستان، همچنین پایین بیاد پولند، مجارستان، اینا
الانم یه طوری هستش که حسابایی که درست میشه بعضی وقتا هم مثل حسابایی که بعضی ما صحبت میکنیم فقط برای امریکن سیتیزن ها درست شده، برای تبع آمریکا باشید بعد آمریکا هم زندگی بکنید که اینا رو بتونید بگیرید، چون مشتری داریم که تبع هستن ولی تو ایران توی آمریکا نیستن، ممکن توی ایران باشن. برجان این خیلی مهمه و اگر این قسمت نفت و غیره رو هم شما نگاه کنید، از طریق نفت و گاز شما میتونید سرمایه گذاری که تو آمریکا، و تنها چیزی که تو آمریکا، اینو من بهتون میگم واضح، که اجازه میدن تکس دیداکشن، یعنی شما وقتی پول تو اول اند گس میذارین امسال تا به حال 91 درصد، مثلا شما 100 هزار دلار میذارین 91 هزار دلار میتونید دیداکشن بگیرین، دیداکشنی از درآمدتون کمتر میشه. مثلا اگه شما 500 تا میسازید 100 تا میذارین رو 410 هزار دلار مالیات میدین، اون از اون درآمدتون کم میکنه و شما رو براکت پایین تر میاره، چون وقت درآمدتون برای مالیات کمتر میشه و مالیات اون درصدش هم کمتر میشه، یه برنده دیگه مثلا این تا اینجا اینقدر تا اونجا. این خیلی مهمه چون درآمدی هم که از اینا حاصل میشه تکس ادوانتج دارن، یه مقدار چیزای مالیاتی دارن، و این برای اشخاصی که میخوان مالیات زیاد بدن دارن میدن، به هر جهت همینه که هست دنیا. از این اولا این مفادی که در مالیات تبصرهای آمریکا هست، در دنیای مالیاتی آمریکا از 1915 تا این قانون بوده، کانگرس اینو پاس کرد 1915، و یه زمان فقط خیلی سوپر ریش، آدم خیلی ثروتمند این کارو میکردن، الان میدل اینکام، اپر میدل، میگم میدل اپر میدل، شاید 1 میلیون دلار این کوالیفای بشن، آدمایی که باید 1 میلیون دلار برای سرمایه‌گذاری داشته باشن که بتونن همچین کاری انجام بدن، یه کوالیفیکیشن واجد شرایط شدن داره. و اینم شما چه این بگیرین چه نگیرین فرقی به حال نفت اون صورت نمیکنه، ولی مطمئنا خودکفایی آمریکا بهش میگن انرژی ریولوشن، این انقلاب صنعتی آمریکا خیلی مهم بوده، معروف شده، میگن اینداستریال ریولوشن، انرژی ریولوشن آمریکا، که من خوشحال میگم اون زمانی که این ریولوشن شروع شد و یادم وقتی داشت بهش صحبت میکردن که آمریکا خودکفا شد، بزرگترین تولید کننده نفت دنیاست و بزرگترین مصرف کننده نفت دنیاست، الان خودشون دیگه نفت است، و برای همین مدالیست دیگه نمیدن. یه زمانی تا 200 هزار تا سرباز میرفت، بهش میگن بوتس آن دی گراوند، وقتی صدای چکمه رو میشنید، الان بوتس آن دی گراوند تموم شده رفت، هیچ وقت 3 هزار تا داشتن میفرستن پرژنگ گلف، چرا سرش صحبت میکنن برای 3 هزار، یا چون باشه زمان که جورج بوش اینا اومده بودن که عراق میگن مادر تمام جنگ ها، که همچین چیزی نبود، که 100 ساعته بود، بین چقدر سرباز اونجا بود 200 هزار، الان دیگه اون تموم شد و انرژی روشن، از همون سالی که جورج بوش اول پدر بعدشم پسر اومد که اون شروع شد که تکس بریک دادن مردم بتونن نفت و چای نفتی و تو آمریکا خود مردم اینو انجام میدن بکنن، و کمپانی درلینگ اومدن، درلینگ یعنی حفاری، حفاری شد و تکنولوژی که اومد حفاری افقی شد، چون زمان قدیم عمودی بود حفاری، الان یه چیزی که میره خودش میدونه کجا نفته، و بر همین بعضی مثلا یه کمپانی که من خیلی دوستم از 3 هزار تا چاه، 3 هزار تا چاش کور نبود، چای کور وقتی خشکی هستش میگن چای کور، خیلی 3 هزار دارم، 3 هزار واقعا همچین اتفاقی افتاده، حالا میگن اگه 10 هزار تا باشه یه دونش ممکنه کور باشه، چون اون اشتباهش انحراف معیارش 1 هزارمه، یعنی از 1 هزار تا ممکن یه دفعه چای کور در بیاره، حالا اتفاق نیفتاده. بعضیات این هم یه موضوع است که ولی که اشخاصی که مالیات امسال زیاد میدن اینا انجام بدن، و اینا همیشگی نیستن، اینا یه مقداری از میاد بیرون و تموم میشه دیگه، اونطوری نیست بی نهایت باشه، مثلا یه آفرین یه عددی است، وقتی به اون میرسن دیگه دولت میگه بیشتر از اون نمیتونید انجام بدین، اگه شما مالیات زیاد میدین یا خودتون فرزندانتون یا کپیتال گین باید بدین، میخواد اونو افزایش کنید، یا میخواد رات آیرا دارین که تکسبل بکنین رات آیرا، شما از طریق این طریق آیراتون میکنین رات آیرا، اینا تکنیک هایی هست که من توضیح زیاد نمیخوام بدم، فقط میخوام بگم چه کاری براتون میکنه.
منیو رو دارم میگم اونایی که به تیست شماست، چون رات آیرا مثلا شما 5000 تا درمان میگیریم برای آیراتون، اگه بشه 5000 تا تکس فری خیلی بهتره دیگه، چون باید اون دیگه مالیات ندی، من رات آیرا بهش میاد. به میگن کانورژن یعنی تبدیل کردن. وقتی شما 401k دارین، ببخشید من اینو ببخشید 401k دارین سر کار قدیمیتون و میخواین دیگه اونجا کار نکنیم، به اون میگن رول اوور. رول اوور وقتی که شما یه آیرا دارین، از اون آیرا میخواین برین یه کمپانی یه آیراتون رو باز کنید، به میگن ترانسفر. و وقتی رات آیرا رو رات آیرا میکنین، به میگن کانورژن تبدیل. و به هر ستا اینا شما میتونید به دفتر ما زنگ بزنید. و این نکته رو بگم، چون این دو سه روز اخیر من تلفن زیاد صحبت کردم، بعضی از شما توی کمپانی کار کردین ایکس وای زی، من نمیگم چه کمپانی، 25 سال کار کردین، برای سیتی بوده، استیت بوده، هر چی بوده، بیمارستان، لایبرری، چه ایکراف های دانشگاه کار میکردین، استاد دانشگاه هستین یا غیره، برای تکنولوژی کار میکردین، برای هر جایی که کار میکردین، مهندس بین، برای بوئینگ کار میکردین، هر جایی که کار میکنیم، وقتی بازنشسته میشیم به شما میگن اوکی شما یه لامسام میخواید، یعنی همه رو یک جا به شما بدین، یا یعنی که ماهانه به شما بدین، به اون ماهانه میگن پنشن. حالا یه زمان اصلا اینم نگودن شما اینقدر دارین، فقط میگودن اینقدر در ماه میتونی بگی، مثلا سوشال سکیوریتی به شما نمیگه که چقدر داری، میگه اینقدر در ماه میتونیم بگیریم. بعد اشخاص به خاطر 25 سال مثلا 30 سال با اون کمپانی کار کردن، با اون ارگانیزیشن، چه ملت، دولت، حالا دولتی باشه خصوصی باشه، یه احساس میکنن که چطوری بگم، احساس میکنن خانواده شونه، مثلا میگن خانواده دارن ترک میکنن، یه نوع همبستگی، دلبستگی کاری دارن به خاطر اینکه با هم دیگه کار کردن. ولی براتون این خبر رو بگم، شما اگه نگاه کنید، اگه به جای اینکه کمپانی پنشن رو بگیرید، خودتون در بازار آزاد با کمپانی های بزرگ آمریکایی که خصوصی هستن چه کاری میتونین بکنین، خودتون میگین چه فرق زیادی میکنه. شما وقتی شما پنشن میگیرین، یه کنترل یا دسترسی یا اکسس بهش میگن، دسترسی دیگه پولش نداره یا رفت، و شما ماهانه میگید، ولی شما میتونین همون ماهانه رو بگیرین یا بیشتر و دسترسی به خود پولم داشته باشین. چون من دیدم خیلی اشخاص اون راه اول میرن، دیگه هم نمیتونه عوضش کنم. شما ماه اول شروع میکنین درآمدی گرفتن، ماه دوم میگی من قید عوض شدی، قبول نمیکنم، تا آخر اون بعد اونو بگیر. و دسترسی به اون خود پولی که در بازنشسته ایسی نداره. اینم یک نکته بود که قابل توجه بود بهتون بگم. پس این قسمت اولنگس برای اون بود که اشخاصی نفت و گاز، برای که مالیات زیاد میدن. حالا اگر نفت قیمتش بره بالا، درآمدی که از این نفت میاد، چای نفت میاد، خیلی بیشتر میشه. دوستانی که این برنامه رو نگاه میکنن و حسابهایی که بعد از کووید ما، چون اولنگس همیشه نیست، که انجام دادن، اگر نفت بین 35 تا 40 باشه که خیلی هم بالاست، این لفت کاست، یعنی اگر 35 40 بیشتر باشه، این درآمد میاد، درآمدی که قرار بیاد میاد. و اگر بین 70 تا 75 دلار باشه، همونطوری که دوستان گرفتن، اون هر سه ماه 10 درصد میگرفتن، یعنی در اون سال اول 68 درصد به خاطر قیمت بالا رفتن قیمت نفت. حالا من نمیگم همیشه این اتفاق میفته، ولی ما میبینیم قیمت نفت داره بالا میره و اون درآمدها هم سالیان میان. این درآمدها مادامی که بیشتر از 35 40 باشه، بهش میگن لفت کاست، یعنی خرجی که خودشون کردن این نفت در بیاد بیرون. بعدش هم یه چند نکته دیگه هست. دوستان میتونید زنگ بزنید 310-205-9000، این برنامه زنده است، این از لایف شو پروگرام. شما میتونید 310-205-9000 زنگ بزنید اگه سوالی دارین، نظری دارین، دوستانم بشنوم. اگه دفتر ما زنگ میزنید، بگین برنامه تلویزیون پارس گوش میکردین، که شما به خاطر اون یه فری کانسالتینگ میگیرین. شما رجیستر اینوستمنت ادوایزر هستین، بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز رجیستر اینوستمنت ادوایزر، یه مشاور ثبت شده
امور مالی. چون من جدیدن شدم میگن investment advisor، هر کسی رو گفت are you registered investment advisor، مثل من دکترم، میگه شما رجیستر رفتی بورد پاس کردی مدیکال سکول رفتی اینا که شدی دکتر، نه فقط این که من گفتی من دکترم. اینم تقریبا مثل اونه. و ما فیدیشیری هستیم. فیدیشیری لغت خیلی مهمیه، یعنی در هر زمان منافع شما اولویت داره بر هر چیز دیگر. این قانون آمریکاست، بهش میگن فیدوشیری. مثلا شما میری بانک، نه بانک خوبی بدیش نمیگم، با اون شخصی کار صحبت میکنی، برای بانک کار میکنه، از فیدوشیری نیست، چون داره اونجا کار میکنه و یه چیزی که اونجا دارن پروموت میکنن. ما با هیچ کمپانی کار نمیکنیم، ما برای شما کار میکنیم، یعنی قانونا. البته ما به عنوان آرائه میتونید شما ما رو هایر کنید برای مشاور حجرتون و اون یه فی بیسزه، باید فی میپردازیم، بستگی داره چه کارهایی میخوام انجام بدیم، در حد ادوانس تکس پلانینگ از حسابدارتون انتظار نداشته باشین. شما وقتی حسابدار امضا میکنه نوشته تکس پریپر، آمادش کرده، و میگه اون شخصی آمادش کرده اسمش چیه، حالا حسابدار باشه، یکی دوستتون براتون این کارو میکنه، هر کسی هست. البته حسابدار خیلی خوبه داشته باشین، مطمئنم، ولی وقتی که میره توی مالیات خیلی بالا یا پیچیده، اون وقت خوبه که با یه تکس ادوایزری، حالا چه با ما چه با هر کسی میخواین صحبت کنید، داشته باشین. و ما الان در عنوان میجاست ما طلاق رو نبینیم، ولی مثلا ما هایر شدیم برای اینکه طلاق داشت اتفاق میافتاد، مطمئن بشن که بهترین راهش که به هر دو منفعت بده، دوباره فیدیشیری چگونه خواهد بود، چگونه باید این کار رو بکنید. چون اینجا فقط داریم میفهمیم که افیشنسی یعنی موثر بودن و کمترین زمان و بیشترین چیز برای خودتون و خانواده، یا از یه سمان برای تو وکیل، اونم یه راه دیگه است. ولی برای ما بعضی وقتی پیچیده است، اینو ما رو هایر میکنن. برای فرزند اگه شما یه نوع تراسته که بهش میگن special needs، مثلا اینکه تصادف کرده خدای نکرده و کورت به اینا میگه که اینقدر پول شما گرفتیم به خاطر این تصادف، حالا کمپانی که اونو بکاپ میکنه اون پول میپردازه، و یک نوع تراست به خصوصی که کورت باید اونو مندیت کنه بگه چجوری باید انجام بشه، ولی چه نوع چگونه با چی باید انجام بشه با ما میتونید صحبت کنید. چون کورت میگه چگونه، ولی با چه وسیله میتونید این کارو بکنید، میتونید آفیس ما زنگ بزنید و من در لیست کارامونو میگم. اگه شما یه نه living trust، loving trust داری. loving trust trustی که برای بچه ها میذاری، نه living trust. living trust یعنی خودتون، وقتی شما living trust دارین خودتون هم تراسی هستین، این فرقی چی نمیکنه، شما هنوز تراسی هستین. loving trust اینی که برای بچه ها انجام میدین، gift توش میذارین، یه هدیه ای که میتونین هر ساله بذارین. و من فکر کنم 30-40 تلفن کال برای ما شد، خیلیشون رو انجام میدن که برای فرزندانشون میخوان یه چی بذارن که بعدها به این بچه ها کمک کنه. فرزند اگه شما یه کسی ثروتی داره وقتی فوت میکنه به بچه ها بپردازن، شاید بچه هم سنشون در اون زمان طوری باشه که دیگه اون چیزا به دردشون نخوره. چون هرچی زودتر این کار رو انجام بدین خیلی رشد بیشتری خواهد بود. و حساب هایی هستن که از طرف کمپانی آمریکا، ما با هیچ کمپانی که A plus superior یعنی بهترین ریتینگ رو نداشته باشه ما کار نمی کنیم، و کمپانی هایی که 100 ساله هستن اینا، این گفتار شما میتونین بذارین مثل قلک و اونجا جمع میشه برای نوتون، برای بچهتون کارایی میکنه. من اینو به جرئت بگم، آرامش خاطری که به وجود میاره، هیچ اینوستمنتی مستقل طلا، جواهر و هر چیزی بگین، آرامش خاطر مثل این به وجود نمیاره. و دلیلش رو بهتون میگم چرا. الان یه فاکتوری که AI هوش مصنوعی داره متوجه میشه چگونه انجام بده، بهش میگن ریسک کنترل. شما چند نفر میشناسین که اون خطری که در بازار بود نگاه نکردن و کنترلش نکردن، و همین خیلی اصلا تو بازار میبازن، رفته بود بالا اومد پایین، چقدر بود چقدر شد، یا به مثلا بگین او یه تننت هم رفت
دیگه اون تننته نیست، بعد حالا یکی رو پیدا کنم اینو انجام بده. خلاصه دغدغه خاطر هست، تو بازار هست، تو مستغلات هست. شما میگی که حالا مثلا 30 سال نگهش دارم، خب همه چی برمیگرده که صحیح هم میفرمایید، ولی مثلا کسی 30 سالشه به 30 سال فکر میکنه، وقتی مثلا که 65 سالشه دیگه نمی بگی مثلا 30-35 سال از الان، و در این مابین ممکنه سبد بیشتر رفته باشه بالا، ولی باید بیم میارزید که اینقدر تو این 30 سال رنج ببرم، چون برای بعضی ها رنج بوده، خاطر تننت هست، یعنی 3 تا تی تننت، تولت ترش، آردم یعنی ساخته مستجرین، خراب شدن چیزها، و ترش یعنی آشغالایی که توش باید تمیز میشه و غیره، و ترابل، ترابل یعنی دردسر که کووید باعث شد که اون لغت تی چهارم بیاد، و اون مرجد، نه اینکه اونا رو انجام ندین، مطمئنا انجام بدین، هر چیزی که توش خوب هستی انجام بدین، ولی یه قسمت با آمریکا اطمینان کنید و یه قسمتی از اون سرمایه‌تون رو تو جایی بذارین که هم برای خودتون هم برای فرزندانتون میتونه بنفیت بیاره. بنفیت خیلی مهمه، بنفیت یعنی منافع، و داشتن منفعتی که خیالتون رو راحت کرد میکنه بهتره. میگن you buy benefits with your money، میگن پول میدم که آرامش خاطر پیدا کنم. ما در این قسمتی که الان صحبت کردم تمام از پول تضمین شده است، خیلی کارهای بانکی مثل بانک میمونه، بانک نیست اینا، کمپانی بیمه، ولی مثل بانک میمونن در حال حاضر، یعنی شما میگین پول بذارید از توش برداشت هم بکنید، البته نه که چک بنویسی یا ATM، ولی یک نوع فرمولای برداشتی هم دارن درش، ولی این برای اشخاصی هست که اگه برای فرزندانشونه بزنید اصلا بشونم نگید، حالا بچه های خوبی اصلا بشونم بگید، چون خودشون میفهمن چون صاحبن. مثلا اینم برای اشخاصی که بچه هاشون فرزندانشون یا خودشون بین 30 تا 55 هستن، باور نکردنیه. مثلا من یه پسر جوان 37 سالشونه، من چی برای سروش کردم وقتی این پدر مادرشون با هم جمع شده بودیم، خودش شوکه شده بود چه کاری براش میکنه، چون پدر مادرش مثلا یه پولی بذارم براش، گفتم اینو بذارید با 200 تا که گذاشتن در 60 سالگی تقریبا 12,000 دلار مینیمم درآمد میگرفت تا آخر عمر، با 200 تا که الان گذاشتن در سال رو دارم میگم، در 60 سالگی تا 90 سال زندگی کنن تو 2 سال تمام اون پولو پس گرفتم، و اینم جادوی بهره مرکبه، Magic of Compounding، از یا Compounding یا اون بهره مرکب بهره رو بهره میره. در این حساب مالیات هم شما نمیپردازین سالانه، به این tax defer یعنی بعد از مالیات میپردازین، چون اگه هر ساله بپردازین روش خیلی کمتر میشه. شما مثلا یه اگه شما یه دلار رو با هم دیگه چیز کنید، یه دلار رو مالیاتش رو بدین بعد اینوست کنین، یا یه دلار تمامش بره تو حساب، مثلا توی 10-15 سال شما خیلی جلو میافتین، خیلی باید وقتی مالیات نمیدید. بعد اون کمپانی هم گفتم شاید این مثال خوبی باشه، اگه یک پنیو شما هر روز مثلا به این فکر کنید یه بهره بسازین، هر روز هم یه پنی بزنید، توی 360 روز میشه چقدر؟ $3.60. اگه کمپان بشه توی 10%، در یک سال بیشتر از $1 بیلیون میشه. میدونم چه عجیبیه، یعنی شما اینو کمپان دوش کنید، چون میشه یک به قوه، یعنی به قوه 365، به قوه 364، اینا همه رو با هم بزنید خیلی پنیه، به اندازه شد اندازه کره زمین پنی جمع شد. جدی میگم وقتی شما کامپاندش میکنید، و این هم ماجیک آف کامپاندینگه، برای اینکه این مقدار اینو الان برای شما خیلی با مثل کمد ارگنایز کنم، اونو قشنگ تنظیمش کنم. در آمریکا شما هستین، یه چیزی هست که خوبه که تکس کمتر بدید قانونا، خب این خوبه که با یه دفعه صحبت کنین، شما آفیس ما میتونین صحبت کنید، اگه شما درآمد زیادی دارین کار میکنین، همین سپ آیرایی که شما فکرم تو اکتبر 15 هنوز وقت دارین برای اونایی که مالیاتشون ندادن، شما 66,000 برای سال پیش و 61,000 برای سال پیش و 66,000 برای 2023 میتونین بذارین،
اینا اینا دیداکتیبل هستند، یعنی درآمد شما بین میگن سپ آیرون، یعنی شما بزنس خودتون دارین، دلار میگه تا اینقدر میتونین بزنین، 61000 پارسال بود 66، امسال مال پارسال اگه شما تکستون رو انجام ندادین حتی مال پارسال هم میتونین الان بذارین و 61000 دلار کمتر مالیات بدین، میشه برای بعضی میشه 30000 دلار تکس سیوینگ، یعنی 30000 تا مالیات کمتر بدین میشه 2500 دلار درآمد، درآمدتون رو بالاتر چون بدون مالیات، چون وقتی شما پس انداز میکنید میتونید کار دیگه باش بکنید با اون 30000 که میشه 2500 دلار در ماه، 30000 دلار در سال، حالا مثلا 66000 امساله و سال دیگه هم بالاتر میره. این یه دونه نمونه خیلی کوچیکش. حتما بعضی شما آیرا دارین 7000 تا در سال میذارین، حتی شاید لیمیتش از 7 سال میذارین، خب اونم از مالیات کمتر میپردازین، ولی اینا هم که میدین ادامه بدین برنامه پیشرفته تر یه برنامه بسیار شما چقدر میخواین کم کنین. امسال 2023 تا 267000 دلار میتونین شما دیداکشن داشته باشین برای درآمدی که دارین از طریق یک نوع طراحی های بازنشستگی، و اینا همش قانونیه، تمام تبصره ها هست و کمپانی هایی که این کار رو میکنن مطمئنن که این قانونا میتونی انجام بدیم و این خیلی مهمه برای مالیات. بعد نسبت دیگه که صحبت میکردیم برای بازنشستگی بود، و بازنشستگی چون یه قطب بسیار یه بود هستن الان در آمریکا، یعنی مثلا یک چهارم زندگی و مردم الان تو بازنشستگی هستن چون خیلی دارن طولانی تر زندگی میکنن، 85-95 که بیشترین درصد رشد جمعیتی آمریکاست. بعد حالا برای اون اشخاص اگر یک طوری تنظیم بشه، فقط هم این مهندسی تو آمریکاست، یک نوع فاینانشال انجینیرینگ بهش میاد، و اون تنظیم که خیلی سخت آدم خودش انجام بده، میتونید طوری طراحی کنید که تا آخر عمر بتونید درآمد بگیرید با خیال راحت. شما نمیخواین مثلا 80-85 سالگی بگین که الان ساختمون اینطوری شده، میخواین اقلا یه قسمتی از زندگیتون با یه درآمدی بیاد، مخصوصا برای همسرتون. اگر معمولا اگه آقایون اول فوت میکنن بعد همسرشون، حالا من معمولا میگفتم درصد بیشتری، به این فکر کنه اگه شما نباشین خب خانمتون خوبی یک درآمد برای خودش داشته باشه، سوشال سیکیوریتی به شما میگه فوت اتفاق بیاته مثلا خانمتون 50% میگیره یا پنشن اگه دارین، ولی میتونید چی برای خودش بگیرین به میگم پرایوت پنشن پلان، یعنی یک باره برایش پنشن بگیرین، یعنی که با گذاشتن پول بس به خانمتون شما که این وارث بشین بنفیشری، ولی خانمتون صاحبش باشه و گیرنده اون درآمد تا آخر عمر، و اون درآمد دو برابر بشه اگه خانم شما احتیاج به لانگ ترم کیر داشته باشه. شما به این فکر کنین مثلا یه همسرتون 88 سالشون است، اتفاقی افتاده پرستار لازم باشه، خب خیلی سخته این فرزندانشون بگیم بیان، کار دارن زندگی دارن، خود تو خانمتون هم یه ذره چیز میشه ناراحت میشه، ولی وقت تا سعی که پول خودش هم باشه اونا باید برانش انجام بدن، خود اون هم یه کاری هست، حالا اینجا اتوماتیکلی هر ماه خودش میاد، خوب چیز خوبیه و بهشون قول میدم اسم شما میگه ما هزبنده برفرمی، یعنی اون نشاننده اینی که فکر کردین و من چلنج میکنم هیچ چیزی از این بهتر نمیتونی انجام بدین، چون یک منظم و مرتب و حتما این کار میکنه، چون اگه شما خودتون بخواید این کار انجام بدین، یعنی بگین من از بیام ببینم چقدر درآمد بشه، چی رو بفروشم، چقدر بردارم بزنم تو مال، خب خود این آدماتیکلی انجام میده. بعضیا به قول بچه های میگن گیر میدن، فکرم گیر میدن، یعنی میخوان فکر کنن همه چی باید خودشون انجام بدن، کنترل میخوان. خب کامپیوتر مثلا همین AI شما ممکنه انجام بدین، اون سریعتر انجام میده، فقط 2 میلیارد کلکولیشن در یک ثانیه میکنه، خب خیلی برین آدم که نمیتونه انجام بده. و این ریسک کنترل که فیچر ویژگی جدید آمریکاست، هیچ وقت آمریکا در تاریخ آمریکا نبوده، در هیچ جای دنیا نیست که شما بتونید ریسک رو کنترل کنید از طریق کمپانیایی که این کارن این کار انجام میدن. خب یه قسمت پولتون مثلا به نظر من شما اینوست با اسید دارین 20 درصدش رو بزنید، 80
درصدش هر کاری میخوایم بکنیم. ما یه استاد داشتیم و اگه تو پول ساختن خیلی خوبی، اگه با 100 سنت میتونی بکنی، با 80 سنت هم میتونی انجام بدی. پس این 20 سنت رو بذاری، what if چی میشه اگر یاد چی بشه، من درآمد بخوام چی بشه. و اون مطمئنن هرچه جوان تر هستین هم بهتره. البته این کمپانی ها بعضی ها تا 85 سال این حساب رو دارن، برای این باید زنگ بزنید کدوم ایالت کار میکنیم و غیره، خیلی مهمه. الان شما نگاه کنید، شما سی دی دارین، میگن سی دی مثلا 4% میده، 4.5% میده، البته 1/3 تورم هم نیست، واقعا نیست، بس کالیفرنیا که اصلا نیست، چون خود اون گس رو ببینین چقدر رفته بالا. یعنی شما ببینید 4% گس رفته بالا، خیلی بیشتر رفته بالا. شما این ها کنید الان به 7 دلار رسیده تو اینجا، من چون دیدم بهتون میگم، تو لس آنجلس ما هستیم، من یکی دو تا دیدم 6.89 زیاد دیدم، 6.85 6.99. حالا 6 تا 7 دلار هم باشه، خیلی 2 دلار نیم که قبلا بود بیشتره که. ولی سی دی چیکار میخواد بکنه؟ سی دی یه چیزی است که مطمئنا از وقتی که با وجود اومده تا به حال هیچ وقت از تورم بیشتر نبوده، هیچ وقت. یه ماه زمان جیمی کارتر بود، یه ماه. چون زمان من مرد دانشگاه رفتم را ام بی ام، اینو یادمه یه ماهی بود که بیشتر انجام داد. ولی سی دی که سردیفیکیت آف دیپازیت میگن کش دیستراکشن، سی دی کش دیستراکشن، یعنی قدرت خرید پول کم میکنه. حالا شما به این فکر کنید یه سی دی بگن اومده که اگه بازار شاخص بره بالا اونو میپردازه به شما، میگه مثلا در بالا نمیپردازه، یعنی شما 0% با 4% فرقی نداره، ولی ممکنه یه سال 16% بگیرین که میشه 4 سال اون اگه نگه داشته بودیم تو یه سال میسازیم. این سی دی بدین ترتیب با اسم دیگه ای در ایندکس ها هستن، اسم ایندکس شاخص ها، و اشخاصی که در حال حاضر، من گفتم هفته پیش و 2 هفته میگم، گفتم پول بک، این پول بک رو دیدین دیگه، داره برمیگرده بالا بازار. من حتی اگه این جنگ هم اتفاق افتاد داره با میره بالاتر، و این پول بک تموم شد. یعنی پول بک اتفاقی هم بیفته، بازار شروع کنه طرف بالا رفتن. و اون زمانی هم که پول بک اتفاق افتاد که ما تقریبا 2 ماه بود، ما آگوست شروع کردیم راجع به پول بک یا اون عقب نشینی بازار صحبت کردیم، ولی بر میگرده اون قسمت میزنه بالاتر میره و بالاترین تاریخ آمریکا هم خواهد رسید. نه که میگن نه دیگه آمریکا تموم شده اینا، اونا اشتباه میکنن، چون از زمانی که کشور شروع شد بازار سهام با وجود اومده هیچ وقت نبودی که برنگرد. حالا هر چی بشه برمیگرده، چون بالاخره این بازار خیلی وسیعه. امروز کمپانی پابلیک شد، برم 42 میلیارد دلار پابلیک شده یک کمپانی، چه پابلیک خیلی خوبی هم بود. کمپانی ها چه ابداع میکنن، اختراع میکنن. اما وقتی که کووید اومد چقدر بایوتیک آمدن، کمپانی هایی که دفعه خیلی قدرت گرفتن، پولدار شدن. اما فایزر رو نگاه کنید چه اتفاقی افتاد، چون اینا هم تو آمریکا هستن. فایزر فکر میکنه زمان میگن که دارو درست نمی کنیم، مطمئنا نه. 15% خرج کره زمین روی داروه، 3.5% در مستقل تو مستقلات، 5% تمام ارتش آمریکا ثروتش توی چیزه تو اسلحه و اینا، ولی 15% ببین چقدره، خیلی زیاده. یعنی شما این بارکودا رو نگاه کنید الان تو دنیا همه، شما میگه شکش، ولی من یادم از سادالی نمیدم یه تایلندال دیدی گفت میشه به من بدیم اون راننده، گفتم شور اشتانم، اینقدر خوش بود خوش شما دید، به همه نشون میداد جبه، میگفت دست نزنید که خراب نشه جبهش، ما میریزیم بیرون، اونجا جبه رو نگه میدارن. یا خود زمانی بود که پپسی و کوکاکولا رو میذاشتن روی تاقچه، الان تو خیلی کشور هنوز این کار رو میکنن، ولی مثل گلدون بود توش گل میذاشتن. خلاصه که های امریکا تو دون تاید همون میگفتن، نمیگفتن پودر رخ شد، میگفتن تاید داری، من یادمه، چون اونو از سوشیل میکنن. حالا من میدونم ایران دی قانون گذاشتن که دیگه بچه ها انگلیسی نمیتونن بخونن، محدود مدرسه و اینا، اون تازه بیشتر باعث میشه که اینا خواهد انگلیسی بخونن، چون میدونن لنگویج تکنولوژیه، لنگویج تمام این فیسبوک و این چیزا، بعدا اکس شده و میتا و اینا نگاه کنید، همش از آمریکا میاد و دلار تو آمریکا هست، خلاصه اینجا چاپخونش اینجاست. شما الان میتونید کاری بکنید که رشدتون بر اساس دلار بدون مالیات بشه و بتونین درآمدی بگیرین تا آخر عمر تضمین شده،
که بیشتر از بسیار چه سنی، مثلا یه 70 سالتونه، شاید تا 70% روش مالیات نمیدین. میگم شاید یه فرمولا IRS داره، من همین نمیخوام دقیق بهتون بگم، ولی 60-70% درآمد مالیات نمیدین وقتی درآمد میگیرین. این با پول معمولیتون میگم. شما الان بخوایم مثلا بگین که ما ساختمون خریدیم 5% کپ ریت داره، کش آن کش، یعنی خرجا در رفته، پولی که داریم اونجا اکولی 5% 6% میش میسازیم، 5-6% نیست الان. من اینکه برین تو ایستله و یه جای دیگه باید برین که زیاد گرونه، ولی ریسک خیلی بیشتره. نه گرون، درآمد بیشتره ولی ریسکش خیلی بیشتره. من در جای مناسب میگم. خب شما اینجا میتونین 7-8% بسازین که 70%ش هم مالیات ندین. کدوم به نظر شما بیشتره؟ اونجا ممکنه شما ویکنسی داشته باشین و درآمدتون بشه 2% یا اصلا درآمد نداشته باشه و حتی آپساید داون بشین، یعنی خرجی که باید هر ماه بدین بیشتر از اون درآمده، بشه آپساید داون. تو اینجا شما درآمد تضمین شده است تا آخر، اون مهم نیست چه اتفاقی میفته، شما اون درآمد میگیرید، نه که رئیس انجام ندین، یه مقدارم تو اینا بذارید. اگه شما مثلا 20 سنت بذارین تو همین چیزه، 80 سنت هم بذارین تو مستقلات یا ستاک مارکت هستین، ولی اینا بافره. بافره این که مثل که شما چیز تصدیف میشه اون چی بگیم باد کنه که ایربگ، ایربگ بگم پاسی شما اصلا بگم مغزم اون بگ های هوا باست که باعث میشه تصدیف نکنی، اون ایربگ خوبی آدم داشته باشه. این هم مثل ایربگ هن یا بافر هن که شما هر اتفاقی بیافته بخواه زمین اون تو بهش اتفاقی نمیفته و اون تو چیه؟ خانواده، تو این خانواده است. حالا شما میگه آقا من درآمدم لازم ندارم، تو همین کمپانی ها شما اون درآمد فرضاً بگیم که یکی 500,000 دلار میذاره و بگیم مثلا ما سال 36,000 دلار در بیاره از این حساب، خب اگه شما این درآمد لازم نداشته باشین تو همین کمپانی ها 36,000 دلار میتونین بذارین هر سال به تو حساب دیگه ای که تو اون death benefit داره، اینو بیمه است، life insurance میگن، index universal life، خود این کمپانی ها دارن. مثلا یه آقای اومد برای گفتش که آقا من چیزه میخواستم بیمه بگیرم، این پولش برای من خیلی سخته هر ساله بدم، دارم ولی سختم از این در بیارم. گفتم 1,000,000 بود، گفتم بذار همینجا 1,000,000 تا 70,000 دلار در سال در میارن، بیمه هم که خریدم 5,000,000 برای خودشون و خانمشون گرفتم، 5,000,000، یعنی خودشون و خانمشون اتفاقی بیفته 5,000,000 بدون هیچ مالیاتی به بچه‌هاشون میرسه و امیدوارن اتفاقی نیفته که نمیفته و خودشون و خانمشون میتونن از این درآمد بردارن تا آخر عمرشون. پس هم در بودن تکر کردن هم بعد از در خودشون، چون شما بتونید 1,000,000 و 6,000,000 بدون مالیات کنید سخته و موضوع اینه که شما شاید نتونید یه سال این کار رو بکنید، ولی اینجا اگه یه سال هم اتفاق بیفته تمام اون 5,000,000 بهشون میدم. شما مثلا ساختمون شما میگه 5,000,000 خریدم، بعد مورگیج رو مثلا 20 سال تا اون مال شما بشه، اینجا شما به محض این پول پردازین هم از روز اول شما دیگه اون 5,000,000 مال خانواده شماست. تا هم حالا خدا نکرده یه ماه اتفاق بیفته یا سال 20 سالگی اتفاق بیفته، این خیلی مهمه. اون قسمت اول چون 5 دقیقه داریم سریع بگم، من که گفتم برای بچه ها انجام بدین، بیم فکر کنیم پسر شما 30 سالشه، 65 سال شده، با خانمش نشسته، 4,000 تا در ما بعدش بیاره خانم، میگه این چیه؟ میگه یه چیزی با مامانم برام انجام دادن، پدر مادرم انجام. همیشه اسمتون خواهد بود، همیشه اسمتون به یاد میاد هر ماهی که درآمد برمیدارن. اگه اتفاقی برای شما بیافته قسمت دف بنفید مالیات اینا، میگم پدرم بودی چی درست کرده، همه رو ما تنظیم کنیم، چشتون رو ببندی اگه این کار رو نکنید چه اتفاقی میفته، رنجی که خانواده میبرن به خاطر اینکه استیت پلان این خوب انجام نشده داستان بسیاری. و اون یکم اینه که شما تا آخر عمر خودتون و همسرتون درآمدی داشته باشین تضمین شده که هر کدومتون اتفاقی افتاد برین توی لانگ ترم کریتر به پرستاری داشته باشین، این 1.5 برابر میشه و اگه خود این تنهایی هست این 2 برابر میشه. برای اطلاعات در اطلاعات بیشتر به دفاتر ما Beverly Hills Financial Planners A Registered Investment Advisor، من از جور طالبی Certified Financial Planner همچنین Registered Investment Advisor 310-205-9000 310-205-9000 و اگه بینید که ویب سایت من خیلی جالبه
چند تشکر میکنم از اشخاصی که اینو فرستادن. شما برین بزنین www.bh مثل Beverly Hills bhfinancialplanners.com bhfinancialplanners.com اونجا سرویس های ما رو میبینین، بعد نوشه contact us، وقتی میزنین میتونین سوالتون اونجا انجام بدین، سوالتون بپرسین، مثلا بگی من یه آیرا دارم بدم چیکارش کنم، یه خونه میخوام بخرم، یا هر چیزی سوال دارین شما میتونید اونجا انجام بدین و بگین از طرف تلویزیون پارسیدین که برای شما جواب داده میشه. من شخصا البته اینجا از جای آفیس خیلی با تجربه هم، همه هم فایننس میجر و گراجویت هم هستن، دانشجوی خیلی عالی هم بودن در دانشگاه تو دفتر هست. و یه خوبی دیگه هم ما داریم، یه خوبی دیگه هم داریم، فارسی صحبت میکنیم اینجا. وقتی که مارک چیز میزنن، تبلیغ میزنن، پنیشن سی ابلار اسپانیول، یه ما اسپانیش صحبت میکنیم، ما باید بگیم ما فارسی صحبت، ما زیبای شیرین فارسی صحبت میکنیم، البته ما انگلیسی هم صحبت میکنیم، ولی منظور اینه که شما از هر قسمتی اینو میشنوین، با هر تجاربی که داشتین انگلیسی و فارسی میشنوین، و هر چیزی که ما میگیم من اصرار میکنم با خود کمپانی هم صحبت کنید که مطمئن باشید نه 90% 100% چیزایی که ما میگیم دقیقا همونی که اون کمپانی میگه، و هیچی هم نیست ما خودمون درست کنیم بهتون نشون بدیم، یعنی مثلا بگیم اینطوری کار میکنه، هر چه زدن به کمپانیه. و آخرین، ما هیچگاه کاستدی پول دست نمیگیریم، یعنی شما هر کاری میکنید مستقیما بدون هیچ واسطه ای میفرستید به اون کمپانی، نه بروکرج اکانت باید باز کنی، نه به این بانک حساب باز کنی، مستقیما میفرستید. و بعضی این کمپانی بیشتر 50,000 کاستومر سرویس دارن و ما یک قول به شما میدیم سرویس، قول به شما میدیم بهترین سرویس رو براتون میاریم و دانش خیلی خوبی هم پیدا میکنید راجع به وضع خودتون. ما کوچینگ بهش میگن، کوچینگ هم ما انجام میدیم، یعنی میشین صحبت میکنیم مثل روانشناسی مالی، همه چیز در میونتون میگیم و کانفیدنشاله. ما با آخر برنامه رسیدیم، من امیدوارم شاد و نیک باشید و 310-205-9000 که تا چند دقیقه دیگه من تو آفیس هستم، 310-205-9000. سپاس اسی جان و سپاس ایمان عزیز و سپاس به شما عزیزان که این برنامه رو گوش کردید. مشتاقیم به اطلاع بینندگان عزیز تلویزیون پارس برسانیم که آنجلو طالبی و تیم بیورلی هیلز فاینانشال پلنرز هر سه‌شنبه از ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس علاوه بر تحلیل اوضاع اقتصادی آمریکا و جهان با راهکارهایی برای بهداشت مالی و خوشحالی بیشتر در خدمت شما عزیزان خواهند بود.